شما عزیزان، شب و روزتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم راز زیبایی زنان ترکیه رو برای شما فاش کنم. چرا زنان ترک بسیار زیبا هستند؟ هیچ تردیدی وجود ندارد که زیبایی در زنان ترکیه آمار بالایی دارد. درست است که بخش اعظمی از رنگ موها، رنگ چشم و صورت آنها به ژنتیک مربوط می شود، اما صرف نظر از ژنتیک آنها رموز دیگری هم برای زیبایی دارند که تجربه نشان داده که تأثیر منحصر به فردی در زیبایی دارد. با وجود آنکه ترکیه یکی از تولید کنندگان مهم مواد آرایشی و بهداشتی است، اما خانم‌های ترکیه برای زیبایی به دنبال راه‌های ساده و طبیعی می‌گردند. درست است که هر فرهنگی تعریف خود را از زیبایی دارد و زنان ترکیه هم مانند هر زن دیگری در این دنیا می‌خواهند زیبا باشند، اما تقریبا منشأ همه زیبایی آنها در آشپزخانه‌هایشان است. مورد اول، صابون سیاه پوست را تازه می‌کند. زنان ترکیه به حمام‌هایی می‌روند که به حمام ترکیه‌ای معروف است و از قرن‌ها پیش متداول است. این حمام نه تنها پوستشان را صاف و ابریشمی می‌کند، بلکه باعث باز شدن منافذ پوست برای تحریق هم می‌شود. یک صابون خاص سیاه وجود دارد که تقریبا در همه جای دنیا در دسترس است و باعث پاک کردن عمیق پوست شده و مثل اسکراب عمل می‌کند. با استفاده از این صابون خواهید دید که پوست مرده‌تان شسته شده و جای آن را پوست تازه و جدید می‌گیرد. مورد دوم، رفع خستگی با هندوانه. آب هندوانه را به کمک پنبه روی صورتتان بمالید و 15 دقیقه بگذارید روی صورت بماند. این یکی از بهترین روش‌ها برای رفع خستگی پوست است. گلاب پوستشان را زنده می کند. زنان ترکیه گلاب را خیلی دوست دارند. آنها از این عصاره گل سرخ برای شادابی پوستشان استفاده می کنند. اگر گلاب در دسترس نداشته باشید، می توانید خودتان آن را تهیه کنید. تنها چیزی که لازم دارید گلبرگ های رز است که باید در آب بجوشانید و بگذارید آب سرد شود، و اگر هم گلاب دارید می توانید آن را روی صورت و بدن اسپری کنید. این کار به فروکش کردن جوش ها کمک کرده و پوست را در حالت تعادل نگه می دارد. بسیار از دختران ترکیه قبل از آنکه صورتشان را آرایش کنند، آن را با گلاب مرطوب می کنند. ماست ناخونها را محکم می کند. مردم ترکیه واقعا معنی ماست خوشمزه را می فهمند. به همین دلیل است که همیشه یک ظرف از آن همراه وعده های غذایشان هست. هیچ جای تعجب ندارد که مزایای خوردن ماست در هضم غذا یک دلیل مهم مصرف آن است، اما واقعیت این است که ماست برای زنان ترکیه استفاده خارجی هم دارد. بسیاری از مردم ترکیه آن را به صورت می مالند یا با آب لیمو مخلوط می کنند و روی دست هایشان می زنند. این یک راه مفید برای سالم نگه داشتن دست ها و ناخون هاست. استفاده از روغن فندق پوست را مرطوب می کند. روغن فندق در ترکیه تولید می شود و قیمت بسیار مناسبی دارد. روغن فندق چندان چرب نیست و از این نظر برای پوست های چرب بسیار مناسب است و نه تنها باعث مرطوب شدن پوست، بلکه باعث ایجاد رنگ مناسب پوست هم می شود. استفاده از ماسک عسل. ماسک عسل یکی از بهترین ماسک هایی است که می توان استفاده کرد، زیرا حاوی نمک های معدنی، ویتامین ها و اسید های آمین است. این معجون از زمان مصر باستان وجود داشته و باعث مرطوب شدن پوست می شود. اضافه کردن کمی آب لیمو می تواند نتیجه بهتری ایجاد کند. استفاده از روغن بادام برای مژه های بلند. کسانی که میخوان مژه های بلند و تیره داشته باشند، باید هر شب از روغن بادام برای مژه ها استفاده کنند. یک یا دو قطره از آن را روی انگشت تمیزتان بریزید و روی مژه ها بمالید. برای این کار بهتر است از پایه مژه به سمت نوک آن حرکت کنید. سعی کنید ریشه مژهتان را به آرامی ماساژ دهید. ماسک خاک رست. زمانی که کلوپاترا برای استفاده از چشمای طبیعی به ترکیه آمده بود، از خاک رست محلی برای صورت و بدن خود استفاده کرد و نتیجه باور نکردنی گرفت. خاک رست با آب تبدیل به خمیری می شود که می توان صورت ماسک از آن استفاده کرد. این ماسک کمک می کند خون در صورت جریان پیدا کند. انجام این کار یک بار در هفته توصیه می شود. و در نهایت داشتن موهای سالم با روغن زیتون. روغن زیتون برای همه چیز خوب است. می توانید آن را به عنوان یک مرطوب کننده سالم روی پوست و بدن و برای داشتن موهای براق از اون استفاده کنید. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.